29 اسفند سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329 خورشیدی است که با پیشنهاد دکتر حسین فاطمی و به اهتمام دکتر مصدق به انجام رسید. دولت‌های استعماری با از دست دادن منافع سرشارشان تصمیم به براندازی حکومت مردمی ایران گرفتند. به پیشنهاد انگلستان و همکاری ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های جاسوسی آنها مبالغ هنگفتی برای انجام این امر اختصاص یافت. با پرداخت دلارهای آمریکایی به فضل‌الله زاهدی و عوامل داخلی نظیر روزنامه‌نگاران، اراذل اوباش در لباس نیروهای وفادار به شاه، پایتخت و کشور به آشوب و هرج و مرج کشیده شد و با حمله به منزل مسکونی نخست وزیر قانونی کشور، تصرف رادیو تهران و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، زمینه را برای انجام کودتای 28 مرداد فراهم نمودند. دکتر مصدق در دادگاه نظامی به 3 سال حبس انفرادی و سپس تبعید به احمدآباد محکوم گردید و دکتر حسین فاطمی علی‌رغم بیماری و با تنی مجروح به جوخه اعدام سپرده شد. با فوت دکتر مصدق در اسفند سال 1346 نهایتاً ایشان در همان احمدآباد به صورت ودیعه به خاک سپرده شد. باشد روزگاری که فرزندان ما دکتر محمد مصدق را فراتر از نوشته های کتاب های تاریخ بشناسند. پس از استقرار دولت کودتا، ریچارد نیکسون سفری به ایران داشت. در این میان دانشجویان اعتراض کردند و 3 دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسیدند. برگزاری جشن‌های 2500 ساله در حالی برگزار شد که به گفته اسدالله علم بیش از 99% از جامعه روستایی ایران فاقد آب و برق بود. در همین حال فضای پلیسی کشور و نبودن حزب‌های آزاد منجر به دستگیری و شهید کردن بسیاری از فرزندان پاک و تحصیل کرده و خیرخواه ملت گردید. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم. در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده، به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر می شوم. تحت شکنجه قرار می گیرم و خون ادرار می کنم. و امروز نیز اسلام حقیقی دین خود را به جنبش‌های آزادی بخش ملی ایران ادا می کند. شاه که مشروعیت سیاسی خود را از هنگام کودتای 28 مرداد از دست داده بود، هیچگاه نتوانست وجهه خود را بازسازی کند. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد. سرانجام شاه در دیماه 1357 علی‌رغم شرایط سخت کشور، دولت مردان و فرماندهان نظامی خود را رها کرد و همراه خانواده و اموال مردم ایران از کشور گریخت. شاه با فرحش در رفت، شاه با فرحش در رفت، کولای بدون شاه، شاه با فرحش در رفت. Oh.
سال 1358 دانشجویان موسوم به خط امام سفارت آمریکا را اشغال کردند تا به زعم خودشان از دخالت نظامی آمریکا جلوگیری کرده و نیز خواستار استرداد شاه به ایران شدند. در شهریور ماه سال 1359 خورشیدی دولت صدام با حمایت و تایید کشورهای غربی و برخی از دول منطقه جنگ تحمیلی خونینی را به مدت 8 سال با ایران آغاز نمود که منجر به کشته، زخمی و معلول شدن صدها هزار نفر از مردم ایران و عراق گردید. در این میان یکی از گروه‌های سیاسی مخالف دولت ایران در حمله به ایران با عراق همکاری کرد. دولت آمریکا در زمان حکومت ریگان با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایرانیر در آسمان خلیج فارس در سال 1367 خورشیدی و کشتار بیش از 270 نفر مسافر غیر نظامی و به صورت علنی اقدام به حمایت و طرفداری از دولت صدام حسین نمود. با ادامه دخالت‌های دولت آمریکا در ایران و اعمال سیاست‌های یک جانبه و غیر سازنده بلند مدت آمریکا در خاورمیانه، به جای مذاکرات مستقیم به علنی میان دو کشور، دولت آمریکا و متحدانش سیاست وضع تحریم را علیه ملت ایران شروع و به مرور تشدید کردند. اعمال تحریم‌ها و شدت یافتن آن عملاً مردم ایران را هدف قرار داد. In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government. اگر که واقعاً دکتر محمد مصدق تونسته بود که اهدافش رو اونطوری که می‌خواست برای ایران پیاده بکنه، الان شاید ایران یکی از پیشرفته‌ترین و بزرگترین کشورهای دنیا بود. مصدق دغدغه مردم ایران را داشت. چه آن روزی که دست استعمار پیر را از نفت مردم ایران کوتاه کرد و چه آن زمانی که در دادگاه نظامی گفت من نخست وزیر قانونی ایران هستم. او سمبل استقلال سیاسی و پیشاهنگ اقتصاد ملی بدون نفت بود. او رهبری ملی‌گرا بود که غرور ملی ایرانیان را برانگیخت تا مردم باور کنند میتوان با استبداد و استعمار مبارزه کرد. یاران پس از تو باز به راه تو میروند، شرمنده آن که راه بر این کاروان گرفت. مصدق میگفت با وجود دربار شاه، انگلیس نیازی به سفارت در ایران ندارد.